سبد جدید پیکنیک حالا دیگه حدود دو هفته بعد از شروع جشن نوروز بود و خونه پری و خانوادهش شلوغ بود. دختر خاله و پسرخاله های پری برای آخر هفته و همچنین جشن گرفتن آخرین روز نوروز که اسمش سیزده به در هست به خونه پری و خانوادهش اومده بودند. دو پسرخاله و دخترخال ای که پری داره همشون توی یک شهر بزرگ نزدیک به خونه پری و خانوادش زندگی می کنند. دختر خاله بزرگ پری اسمش صدف هست که 18 سالشه. اون همین تازگیها در دانشگاه و در رشته فیزیک شاخه ستاره شناسی قبول شده. اون کتاب ها و فیلم های خیلی زیادی در مورد سیاره ها، و منظومه ها داره پسرخاله دیگش ده سالش هست و اسمش سام هست سام به عکاسی از حشره ها علاقه منده و یه دوربین زیبا برای گرفتن عکس های حرفه ایش داره. اون همچنین سال گذشته در یک مسابقه کشوری جایزه هم برده. سومی هم سیناست که چشماش یکم ضعیفه و فعلا عینک میزنه تا زمانی که به اندازه کافی بزرگ شده باشه و اونها رو عمل بکنند. امروز آخرین روز مهمانی پارسی نوروز هست و اونا میخوان جشن طبیعت رو با هم برگزار کنند. اسم این جشن هست سیزده بدر. سیزده اشاره میکنه به سیزدهمین روز تقویم در ماه فروردین به در هم یعنی به بیرون از خونه رفتن و از فضای بیرون لذت بردن شب گذشته پدر و مادر و خاله پری تمام اسباب و قضاها و همه چیزایی که برای امروز لازم هست رو بسته بندی کردن و صبح خیلی زود همراه با بقیه راه افتادن بعد از حدود یک ساعت رانندگی به محل زیبایی در طبیعت با نمایی از شهر رسیدن. اونها یک درخت بزرگ پیدا کردند و زیر درخت زیراندازشون رو پهن کردند تا پیکنیکشون رو اونجا برگزار کنند. مادر پری و خالش یه گاز کوچولو رو برپا کردند تا قابلمه آش رو روش بذارن. بچه ها از اینکه به اونجا نزدیک بشن منع شده بودند. چون قابلمه به شدت داغ بود و نباید لمس میشد و این برای بچه ها خیلی خطرناک بود آش یک غذای ایرانی هست که با رشته های آردی و سبزی ایرانی و حبوبات پخته میشه. در همون زمان پدر و عموی پری آتش منقل رو به پا کرده بودن تا جوجه کباب ها رو درست بکنند. کم کم اون محدوده پر شد از جمعیت و پدر بزرگ و مادر بزرگ پری هم به اونها پیوستند. شهری که اونها زندگی میکنن جمعیت زیادی از خانواده های ایرانی رو داره که بعضی هاشون دوست پدر و مادر پری هستند. صدف مسئول مراقبت از بچه ها بود و بعد از کمی بدبینتون بازی کردن بچه ها رو برای گشت و گذار و پیاده روی با خودش برد. پری پرسید ما اینجا چی کار میکنیم؟ صدف جواب داد میدونی که ما سیزده روز پیش عید نوروز رو شروع کردیم و حالا در روز سیزدهم به بیرون میایم تا از هوای تازه در طبیعت لذت ببریم. در طول مدت این سیزده روز مردم به خانه ی خانواده و دوستانشون رفتن و اونها رو ملاقات کردن و با هم در ارتباط بودن. سام اضافه کرد این یک سنت از حدود سه هزار سال پیش هست. معلم تاریخ ما گفت نوروز در خیلی از کشورهای دیگه مثل افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان، ترکیه، هند و خیلی از جاهای دیگه خاور میانه هم جشن گرفته میشه. پری پرسید خب ما وقتی میایم در طبیعت دقیقا چی کار میکنیم؟ صدف جواب داد در گذشته بیشتر این کار بهانه ای بود تا خانواده ها به بیرون بیان و دوباره همدیگر را ملاقات کنند. قبل از اینکه فردا به سر کار و روال زندگی عادیشون برگردن ولی این روزها این مراسم کمی تغییر کرده مردم آجیل و میوه های این سیزده روزه که باقی مونده رو میارن و در طبیعت جشن میگیرن و اونها رو میخورن و هیچ گونه از باقی مونده های نوروز رو اسراف نمی کنن. اونها همچنین موسیقی پارسی پخش میکنند، میرقصند، بازی های مثل ورق رو با هم انجام میدن عکس میگیرند و خاطرات امروز رو در سال نو می میکنند بیشتر مردم قبل از غروب به خونه هاشون گردن تا به اندازه کافی استراحت کنند و فردا به سر کار و مدرسه با انرژی برگردند. سام گفت البته معلم فارسی ما امسال در مدرسه کمی در خصوص آلودگی طبیعت و پلاستیک نگران بود. اون گفت هر سال آسیب زیادی به طبیعت توسط افرادی که با بیفکری عمل می کنند زده میشه. پری با تعجب پرسید مردم چجوری طبیعت رو خراب میکنن؟ صدف جواب داد خب مشکل اصلی آلودگی ها هست مثلا رها کردن پلاستیک در طبیعت بدون آوری موضوع دیگه شکستن شاخه های درختای جوون برای درست کردن آتیشه بعضی از مردم هم آتیش ها رو درست خاموش نمی کنن و همین میتونه باعث آتیش سوزی توی جنگلا بشه البته آلودگی صوتی و ترسوندن حیوان ها در فضاهای بزرگتر مثل جنگل ها هم میتونه مشکل دیگه ای باشه سام هم گفت من شنیدم بعضی از مردم خیلی چیزا را از طبیعت جمع میکنن اونا مخصوصا دوست دارن تا صدف ها و شن های رنگی سواحل رو جمع کنن در حالی که اونا بخش مهمی از زیست بوم اون منطقه هستن صدف که سرش تکون داد و موافق این حرف بود اضافه کرد بعضی از مردم درست آموزش ندیدن که چیزهایی که متعلق به طبیعت هستند باید در همونجا بمونن و نباید جمع آوری بشن ما فقط یک مهمان هستیم و هیچ کس بعد از ما برای پاک کردن و جمع آوری زباله ها به اینجا نمیاد ما نمیتونیم خونه ی حیوانات رو کثیف کنیم و بهش آسیب بزنیم که سنت های خودمون رو حفظ کنیم این رفتار غیر محترمانه و بیادبانه است. پری که داشت به ماجرا گوش میکرد به یاد این افتاد که چقدر پدر و مادرش مسئولیت پذیر هستند و زباله ها را در جای درستشون قرار میدن. اون گفت: مامان من همیشه ها رو جدا میکنه و توی سطل مخصوص بازیافت میذاره. اون همیشه میگه پلاستیک دشمن طبیعته البته اگه به درستی بازیافت نشه. صدف این حرف رو تایید کرد و بعد پیشنهاد داد تا برگردن و قدری غذا بخورن وقتی که بچه ها رسیدن غذا حاضر بود و اونها کنار سفره نشستن مادر پری ظرف ها رو توی سفره چیده بود و داشت شربت زعفرونی میریخت خاله پری پرسید لیلا این ظرف جدید به نظر میرسن من اون جوای کوچوبی رو خیلی دوست دارم از کجا گرفتی؟ مامان پری جواب داد اوه من توی بازار محلیمون برای نوروز خرید میکردم که اینو از یک آقای خریدم اون گفت که جبه از شاخه های درختان درست شده و خیلی محکمه به همین دلیل ظرف های داخلش راحت نمی اون همچنین گفت جنس این ظرف ملامین هستن ما امسال از هیچ پلاستیکی برای این پیکنیک استفاده نکردیم و به طبیعت احترام گذاشتیم همه از انتخاب مادر پری راضی و خوشحال بودن پدر بزرگ پری اضافه کرد من همین ظرفا و لیوانا رو آوردم اینا از کاغذ تهیه شدن و میشه به راحتی بعد از مصرف بازیافتشون کرد اون همچنین ادامه داد ما توی مهمونی های دورهی بازنشسته ها و سالمندان محلمون از همه میخوایم تا خودشون وسایل پذیرایی شخصیشون رو بیارن این به ما کمک میکنه که کمتر مصرف کنیم از پلاستیک ها. پدر پری گفت هم کردن ظرفهای شیشه ای نه تنها سنگین هست بلکه برای طبیعت هم خطرناک هست. به خصوص اگه بشکنه و باقی موندش در اونجا رها بشه. ممکنه افراد دیگه و یا حیوان دیگری رو زخمی بکنه. ما همچنین نباید قوطی کنسرو و یا ظرفای نگهدارنده فلزدیکی رو در طبیعت رها بکنیم. ممکنه حیوانات برای خوردن تهمونده غذا سرشون رو توی اون فرو ببرن صدف هم ادامه داد که درسته منم عضو یک انجمن عمومی حامی محیط زیست هستم که هر ماه به مناطق طبیعی اطراف شهرمون میرم و زباله های رها شده رو جمع آوری میکنم همچنین خیلی از وقتها تهمونده سیگارها رو هم جمع میکنیم چون برای پرنده ها به خصوص گنجشکا و کلاغ ها خیلی خطرناکن. اگه همه ما در قبال طبیعت احساس مسئولیت بکنیم میتونیم به بحران آلودگی محیط زیست پیروز بشیم و اون رو برای نسلای بعدی تمیز نگه داریم. بعد از اون گفتگو شروع به خوردن غذاشون کردن و از باقی روزشون لذت بردن. پریم که خیلی آش خورده بود و حسابی خوابش میمد روی یکی از اون متکه های قرمز کنار پدربزرگش خوابید. پدربزرگ پری همیشه می بهار آدم رو خوابالود میکنه. اما چرت عصر سیزده به در روی بالشت کالباسی یه چیز دیگه است. پایان این قصه